ماشر ولی خیلی خوشحاله به خاطر که تام منطقه ما کار خیلی خوب کرده، جاده تیار کرده، لام گذاشته، حالا خیلی خوب شده وضعیت ما. دیگه ما خواهش ما از شارولی از امارات اسلامی است که در عرصه قیمت ها کنترل داشته باشن، تجاران ما خدا خیر بدن، قیمت ها بالا میبرن، تجاران باید به جناب بگند و توصیه کنند. گمرکات بسیار بالا رفته، یک قطعه روب گرجه به 75 افغانی شخص که کرچی داره یا مثلا گریوان سر بازار بساط داره نمیتوانه، واقعیت بسیار مشکلات هست. مشکلات اقتصادی ما زیاد است، از لحاظ امنیتی شکر هیچ مشکل نداریم، امنیت خوب شده، امارت اسلامی کنترل داره با امنیت. کنترل قیمت ها و یا نرخ ها یک بخش مهم کار شارولی است که در این راستا عملیات تنظیم ما و ارکت های ما به شکل منظم میگرده که از هم از نانبایا و هم از دیگر دکاندارا قیمت ها را چی کنترل میکنه، چون ما در رابطه با نرخنامه اگر بگویم، نرخنامه یک چیز است که اکثر وقت ما نرخنامه را کنترل چی کردیم، اما نرخنامه را تعیین کردیم بعد از او دلار چی کرده، تغییر کرده نرخ دلار، چون اکثریت مواد توسط دلار خریداری میشه، باز وقتی که دلار تغییر کرده ما مثال یک بوجی برنج نرخش 2500 افغانی تعیین کرده باشیم، او آمده به 2300 افغانی که نه تنها مشکل مال هر کده بلکه با انتقاد مردم هم چی شده مواجه شدم. بالاخره همین تصمیم گرفتیم که قیمت ها باید به شکل منظم کنترل شوه و تنظیم ارکت ها گزمه داره و در شهر گزمه میکنه، از دکاندارا گرفته تا همه مواردی که مربوط شارولی میشه بازار کنترل است و قیمت ها کنترل میشه. زنی و گاڑی چلاو مورو را جان چار زای و دریگم او ری را توای دلتا ما دریگم چا پزلا ایسام ای آغا خلق پریده چی پزلا ایسام نه چی غریبکار ای آغا سلای نپریدی چار زای و دری ورو را دقا چی پمند بانده گرزو طول او رزم پمند بانده دا مونگ تا یو شاروالی نغوارو چی مونگ تا یو زای جور کی. تقریبا یک بعد از آمدن امارت اسلامی افغانستان ما با بساطوالا بسیار تعامل کردیم و با جان و قربان پیش رفتیم و بسیار رفتار نیک و اخلاق نیکو همراه ازیا پیش رفتیم. بر ازیا در اکثریت جایی که یا موقعیتشان است جایی را برشان مشخص کردیم، اما متاسفانه که بازم بعضشان سرکشی میکنن. ما در اکثریت موقعیت ها خط اندازی ما دمی که امروز یا فردا آغاز میشه که جایی را برشان مشخص کنیم و یا پیش سرشان تقریبا 4-5 متر جایی میداشته باشه یا میای سر سرک گبند میکنه. ما یا رای بخی از ساحت دور نمی کنیم، چون ما اینها را درک میکنیم، برای ازیا خط اندازی میکنیم، جایها را برشان مشخص میکنیم، وقتی که موقعیت ها مشخص شد یا میتونه که استفاده. برای فضای سبز شهری واسه روح روان مردم، برای پاکسازی شهر و جوای شهر که هست ما انتظار داریم که توجهش صورت بگیره، برای درخت نهالکاری، برای آمادگی برای فصل بهار. شما هم در شهر زندگی میکنین، وضعیت سرسبزی شهر قبلا نام برای شما معلوم بود و به همش مردم شریف هرات هویدا است که سرسبزی درست است که سرسبزی بود، اما متاسفانه که مسئولین قبلی یا مثال کارمندان قبلی که بود به این موضوع درست رسیدگی نتوانسته بود. اگر ما یک مثال کوچک برتان بیارم، همین پارک تاریخی یا پارک ملکیار اگر ما اشاره کنیم، قبل از آمدن امارت اسلامی افغانستانی به یک مخروبه تبدیل شده بود که اوجا سکه ها میره و همچنان متادین میرفت، اوجا کسی جرات نداشت که بعد از دیگر داخل پارک باشه.
اما امروز شما شاهد ازی هستین که پارک به گونه کامل ترمیم شده و همچنان مردم عام از اوجه میره دیدن میکنه. هر کس میتونه که در فضای امن و امنیت و در فضای سمیت از او پارک استفاده کنه. و همچنان در رابطه با بلوارا ما چندین چهار فعال کردیم، چون از جلوگیری باید میشد از مصرف بیجای آب که تقریبا بیشتر از 10 چا فعال کردیم و پلان داریم که دیگه چا همچون همی وقتی که نیاز باشه به آب و آب از اوجه استفاده میشه، وقتی که نیاز نباشه یعنی جلوگیری میشه از مصرف بیجای آب. خودم محصل هستم داخل شهر که شهرولی ما مشکل نداره، فقط تا جایی که میتونستم خدمت کردن، کار کردن، چراغ‌ها رو نصب کردن و سرکار اسفالت کردن، حتی بعد کانال‌های درست کردن داخل شهر شهرولی. فکر کنم فعال‌ترین ارگان دولت ما هم باشد به داخل شهر هرات. این مسیری که ما هستیم داخل شهر از قسمت پوانتون و داخل شهر اینا مشکل نداره. در ولسوالی ها اینا دیگه ما خبر نداریم، ولی تشکری میکنه از شهرولی که داخل شهر برای ما خدمت کردن و شهر درست کردن، آباد کردن. تشکر.